توی این مدت، این مدت در 12 ماه، چون بعدم آوردنم تو اوین با سو انفرادی، بعد به تدریج از انفرادی آوردن توی سلولایی که دو نفر سه نفر توشه، یه مدتی هم اونجا بود. تازه بعد دیگه اواخر اپریل، بعد از اپریل من آوردن دیگه توی همین زندانای معمولی. ولی این همه من روزای آخری که از اون زندان اختصاصی میخواستن بیارن بیرون، اولا همه این 3-4 هزار ساعت زیر ده ها دوربین بودن. تو هر اتاقی من میبردن حداقل 5-6 تا دوربین بود. دوربین های حرفه‌ای یا نه دیره که محیط ها نشون بده، دوربین حرفه‌ای که زوم میکنه چشم و ابرو نمونم از 4 جهت شما رو میگیره و کارگردانی میشه. چون معمولا دور تا دور اینا شیشه و آینه و اینا بود که پشت این شیشه آینه ها من خودم این کارم دیگه میدونم، اینا همش دوربین و کارگردان و اتاق رژی و اینا. این بازجوها هم هی میرفتن بیرون، هی اونجا توجیه میشدن برمیگشتن، میرفتن بیرون توجیه میشدن برمیگشتن. بعد این هفته آخر 3-4 روز من بردن تو استودیو با دیوارای کروماکی، 10 دفعه 10 دست لباس از من عوض کردن به زور اسلحه. بعد اینکه این بردن منو به زور موهام رنگ کردن، این دیگه خیلی جالب بود. یعنی منو اینقدر تحت فشار قرار که من رو فکر کردم من آزادم کنم، منم گفتن اینجوری زشته، تو نیومدی اصلاح کن، ریشاتو درست کن، موهاتو درست کن، بذار رنگ برد بخری، اینجوری خوب نیست. یه موقع میبینم درو بالاخره حالا یه چیزی بود گذشت. حالا حاج آقا مسئول سربازجوشون بود، حاج آقا گفتن که حتما زحمت بکشید موهاتون رو چه بکنیم چه نکنیم نمیدونم چیکار کنیم. آقا ما فکر کردیم ما آزاد میکنن لعنتی ها، ما هم بخشن اون خونه. بعد ما بردن ما رو تو استودیو که کروماکی بود، چه استودیوهای بزرگی، چه استودیوهای عظیمی، 10 تا دوربین، 20 آدم، کارگردان، کاد فلان با اسلحه. اینو ازت میپرسم، اینو بگو، اونو ازت میپرسم. من یه مدتی مقاومت میکردم، بعد همون موقعتا من مقاومت میکردم، گفتن نگاه کن دم دری یا میخوای بری یا نکن، خرابش نکن، تا اینجا اومدی ما میخوایم فیلم آموزشی درست کنی، من هرچی سال میخوای این جوابون ما بده، ما بعد برو، ما دیگه کار اگر مقاومت کنی از همینجا بفرستیم تو سیاهچالای اوین. این حرفش، از اینجا بفرستیم تو سیاهچالای اوین، تو سیاهچالای اوین میسپاریم دست اون بازجوهایی که دیگه کارشون با شلاق و تعذیر پیش میره. ول کن نهای دکتر آجا، ول کن، تو صاحب انقلابی، تو شأن شما این نیست. شما بیا، اینه که من مثلا روی سوالی 10 دفعه مقاومت میکردم، بعد داد میزدم، فریاد میزدم، یارو هست مسلحی من میگفت بیا این آشغالو برش دار بندازش گوشه سالن، دم گوشه نمیدونم چی چیه سیاهچال اوین فلان فلان شده، بعد ما رو مسخره کرده. از اول ما بی خود و خودشیم، به آقا اصلا لایق نی، ولش کن بره، ما رو بگو که مخواستیم اینو ولش کنیم. بعد جان فکر کن 10-12 ما تو انفرادی با کسی حرف نزدی، اصلا دنیا دیگه یادت رفته، اصلا تو نه اراده دیگه نداری، تو آخرین لحظات دست پا میزنی مقاومت میکنی، بعد اصلا که اون چیزی که نبوده نگی، بعد یارو میذارتت بین مرگ و زندگی، میگه من الان میخوام آزادت کنم، من مواد رنگ کردم، لباسات آوردم، ببین اینا رو آوردم، یا برو ها، این توافق آخر ماستا، تو همینو بگو برو، نگی میندازم از سیاهچال اوین میسپارم دست اون باجوه که با شلاق از این حرف میکشن، تمومش کن دیگه، بس دیگه، الان دیگه چخیه سال داره میشه، ول کن، این همه مقاومت نکنه. بعد از ما حرف میکشن، بعد از اون زاده ها بعد 3-4 روز 5 روز که کارشون تموم شد، با یک وضعیت فجیع، با یک وضع خشنی، با یک توهینایی، با یک وضعیتی ما رو تمام جیب ما برگشتن، زندگی ما رو تکوندن، 2 تا وصیت‌نامه من داشتم، وصیت‌نامه هم بلند کردن، زندگی رو تکوندن، برشن بردن، تازه چپوندن سلول های انفرادی اوین. حالا این باز روز از نو، روز از نو، از اول اومدن تو اتاق واجه اوین بازجویی باز میکنن. بیا تهش رو بگو، بیا این رو بگو، بیا بپذیر که تو جنایت کردی، بیا بپذیر تو خیانت کردی، بیا بپذیر تو فلان کردی. از همینجا میتونی، همون شانس داری یا لعنتی ها، هنوز 2 ماه پیش آمده من میگه هنوز شانس داری یا بیا اینو بپذیر بیا برو. اینقدر لعنت، تمام اینا زیر دوربین. بعد از این دوربین ها اومدن فیلم های درست کردن که اصلا تو باور نمیشه، این حرف های توه،
یه چند تا تیکش آوردن تو دادگاه نشون دادن. اصلا من خودم تعجب کردم، گفتم خدا لعنتتون کنه اینا رو کی درست کردید، اینا رو چجوری درست کردید، اینو کی درست کردن؟ انقدر به من دارو میدادن، انقدر به من مدهوش میکردن شستشوی مغزه، شما نمیدرسی کجایی. پزشکشون میمد ساعت 12 یک شب 8 صبح وقت بیوقت، من حالم بد میشد، من این پزشک رو بغل میکردم گریه میکردم، گفتم آی دکتر من اصلا نمیدونم من کجام، اینجا کجاست، چرا من اینجا، اینا چی به من. نه عزیزم بخور، تو میخوای بازجویی پس بدی، باید مقاوم باشی، باید استراحت کنی، من اینا رو بهت میدم، اینجا قلبت رو تنظیم کنه، اینا رو بهت میدم، فلان رو بهت میدم، مقاومت چیز کنی، بدنت بتونه مقاومت کنه، تمرکز داشت، بیشتر هم میکنم تمرکز من از بین بره، اراده من از بین بره، هرچی اونا میگن من به قبول کنم، باور کنم، تو توهم و توی اینجور چیزا. بعد خودشون میگفتن ما سیستم هایی داریم که به اصطلاح چیز فیزیولوژیکال پالس یه فرکانسی هایی پخش کنه که رو مغز دستر میذاره، مثلا ما بدون دستگاه بدوست کنیم میدونیم نبض چیه، بدن حرارت چیه، نمیدونم چی چی چیه، چی چی چیه، تمام اینا رو ما ثبت و ضبط کنیم با تمام روش های سایکولوژیک و فیزیولوژیک، دارو، انرژی، اشعه، حال، فلان، بهمان، مراگی، همه چی اراده تو رو ثبت میکردن. بعد در طول مدت مدید شما یه روز خودت توی اتاق زندانی کن، یه روز، یه صبح، یه ساعت، دو ساعت، چند ساعت دوام میاری، حال بکنش یه روز، بعد یه شبانه روز، بعد دو شبانه، بعد بکنش یه هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شیش ماه، اصلا آدم دیوانه میشه. هر روز پنجم، چهارم، پنجم یه دیوانه شده، طرف دیوانه شده، بعد یه همون روز اول، ساعت اول دیوانه میشن. حالا من این همه ما مقاومت کردم، بعد هم هی به قرص بدن، اشعه بدن، تهدیدت کنن به مرگ، به بین مرگ و زندگی، بعد بگن اینو بگو برو ببین چی میشه، بعد در اون لقمه ها بیارن هم دار بدن تو دازده بگن آقا اقرار کرده، خب چی اقرار کرده، میشه رفت فرمودید اینجوریه.